این خانواده است که در نتیجه حمله انتحاری روز پنج در جاده میدان هوایی کابل ستن از ازایان کشته شدند و چهارتن دیگرشان زخم برداشتند. شیر احمد جوان است با آنکه خودش هم در این رویداد زخمی شده است شاهد کشته شدن و زخمی شدن برادران و پسران کاکایش بوده است. کسایی که این عمل انتحاری مثلا این کارها را میکنه اصلا انسان نیست اصلا به انسان اسلام گفتن نمیشه كل ما شما مسلمان هستیم کل ما کلمه لا اله الله محمد رسول الله رو میخونیم چطور اسلام به کسی جایز داده که مثل اون بیادرکای خورد شما لعکس شما میبینیم چقدر خورد خورد دنبال یک لقمه نان برامده بودیم رفته بودیم که یک لقمه نان بیاریم در خانه ودی خود اگر ما فهمیدم که بیاد رحم شهید میشه با خدا سالا خو میکردم گوش نده میخونه سالا گوش خو میکردم حلی حسین 19 ساله، جواد 16 ساله و غلام حسن 17 ساله جوانان این خانواده هستند که در این حمله انتحاری کشته شدند. آنان در یکی از ترمیمگاههای موتر کار میکردند. این جوانان یگانه نان آوران خانواده هایشان بودند. اکنون این خانواده به جز کودکان و پدران و مادران که سال نان دیگری ندارند و در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. یا کارگر بچه منو بود دیگه بچه هایم خورد خورد است. این دیگه دیگه گفتنی دیگه چی داشته باشه خدا هزار بیخ زیاره بیکن ما مردم که و شجوان خواره و تلخه که تلخ گفتنی است که حمله انتحاری روز پنج شنبه در کابل شش غیر نظامی را کشت و نزدیک به بیستن دیگر را زخمی ساخت. این حمله در جاده فرودگاه کابل رخ داد که در نتیجه آن بیشتر خانه های اطراف آن زیان مند شدند.